قصه کلاغ پری. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود یه حیات بزرگ بود که توی اون چند تا پرنده با هم زندگی میکردن و به قول معروف همسایه بودن. سلام همسایه، بفرمایین دونه. شما بفرمایین همسایه. سلام خانم مرغه. سلام قدقود، چه طرف ایناتی که باره بیکنن خانه. ای بچه چی کار داری میکنی؟ بی اینجا ببینم، مگه این همه دونه رو نمیبینی؟ بیا از دونه های خودمون بخور. ای بابا آقا خلوشه، چه فرقی داره؟ اذیت نکن بچه رو، بذار از دونه های ما بخوره، چه فرقی داره؟ اینم مثل بچه های خودمه. بخور بابا جون، بخور بابا جون. نسی بابا جون. بابا نه، بگو عمو، بگو دیگه. نسی عمو. به من نمیخواد بگی، به اون آقاه بگو. به کدوم؟ اصلا هیچی بابا، ویلش کن. چقدر جوجه؟ اونم دو دار تو جاردک و جوجه خروس. نمیدونم کدومشون رو بخورم، ولی اینا رو چه کار کنم با این خروس و اردک گردن گلوب که من دستم به جوجه ها نمیرسه؟ حالا چه کار کنم؟ الها راینه که اینجا سب کنم تا یه موقعی که خانم مرقب و آقا خروسه، خانم اردکه و آقا اردکه خونه نباشد، اون وقت برم سربنگ جوجه ها اونا رو برم رو جوجه ها کنم. خیلی مثل این که نه میخواد از توی لونه هاشون تکون بخوره. نه چی کار کنم؟ خداحافظ. کلاغ پرسی و داشت فکر میکرد چی کار کنه چی کار نکنه که یهو نقشهی به ذهنش رسید. خودشه؟ بله، اون با چند تا پریش از لای بوته‌ها خودشو دور از چشم آقا اردک و خانواده‌اش به لونه آقا خروسه رسوند و آروم به اونا سلام کرد. سلام عرض کردم آقا خروسه. سلام خانم مرقه. سلام کلاغ خبرچین. این طرفا ببینم چرا یواش حرف میزنی، چیزی شده؟ یواش حرف میزنم نداره، چیزی صدام گرفت، آخه سرما خوردم. آها، پس اگه اینجوریه یکم برو عقبتر وایسا، اینجا زن و بچه هست، میترسم اونا هم سرما بخورن. چشم. خب نگفتی اینجا چی کار میکنی؟ چیزه؟ بله، برای تو یه خبری آوردم. ای خبرچین. خب بگو ببینم خبر چی هست؟ راسته چند دقیقه پیش اون دیوار همسایه‌تون نشسته بودم، یه چیز بدی شنیدم، چیز خیلی خیلی بد. اگر اون دیوار نشسته بودی چرا ما را دیدیمه؟ چیزه؟ آها اشتباه گفتم، اون دیوار نه، اونجا اون بالا درخت نشسته بودم که صداشون رو شنیدم. چخا، یعنی تو از اون بالا حرفوی همسایه ما رو شنیدی، ولی ما که دیوار به دیوارشون زندگی میکنیم نشنیدیم. آخه اونا داشتن یواش حرف میزنن، لابد برای همین نشنیدیم. این که بدتر شد، اگه یواش حرف میزنن تو چطور از اون دور صداشون رو شنیدی؟ خب آخه من گوشم خیلی تیزه، نمیدونستی؟ بلی. ای بابا بس، مردم از کنجکاوی، ده بگو دیگه چی شنیدی، خلاصمون کن. شما که نمیذارین، الان میگم. شنیدن که آقا اردکه داشت به خانومش میگفت خروس همسایه خیلی بد صداست، خانم اردکه هم میگفت جوجه‌های من از جوجه‌های مرغ همسایه قشنگتر و دمیدترن، چون من بهتر از مرغ همسایه از اونا مواظبت میکنم. با چه حرفا چه چیزا؟ خودش اینو گفت؟ بله خودش. حرفشو گوش نکن آقا خروسه، این خبرچینه، الکی میگه. نه خانوم، من مطمئنم یه چیزی هست. یادت نیست یه ساعت پیش داشتیم دونه میخوردیم، جوجمون رفت سراغ دونه های اونا؟ خب چرا یادمه؟ ندیدی خانم اردکه داشت چجوری نگاش میکرد؟ راست میگی، من اصلا حواسم نبود. ولی من حواسم بود، میدیدم. تازه مگه ندیدی اردکه چی گفت؟ نه چی گفت؟ به جوجه ما گفت بیا دونه بخور بابا جون، میخواست خودشو مهربون نشون بده، ولی خدا میدونه داشت تو دلش چی میگذشت. با مگه تو دل اون خبر داری؟ شما مرغا اردکا رو نمیشناسی، اصلا نمیشه بهشون اطمینان کرد. راست میگی؟ بله من فکر میکنم کلاغ راست میگه، باید بریم سر و صدا کنیم، باید با اونا دعوا کنیم. بیا بریم خانوم. آخ جون نخشم گرفت، گول خوردم. بله، مرغ و خروسه رفتن در لونه خانم اردکه و آقا اردکه که با اونا دعوا کنیم. همسایه، آقای همسایه، در رو بکن ببینم. اغوری خوبو، آقا اردکه چیزی رو چه گفته بودی؟ دوباره بگو ببینم. چی شده؟
نمیدونم الان معلوم میشه. وقتی آقا اردک در رو باز کرد با تعجب دید که آقا خروسه و خانم مرغه آماده دعوا پشت در چه خبر شده آقا خروسه؟ چه عجب در رو وا کردی؟ حالا چرا دم در وای شدی؟ دم در بده بفرمایین تو. لازم نکرده، کلاغه همه چیو به ما گفت. کلاغه؟ بله کلاغه، فکر نمی کردی صداتون به گوشش برسه. خان شنیدم گفتی جوجا در جوجای من قشنگتر و تمیزترن. آره باف 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 نگاه شو کن چند وقت همون را رفت باف رنگش کن. ما چه حرفا؟ آهای اردشه، شنیدم چه گفتی من خروس بد صدایی هستم. بد میکنم صبح با قوغولی قوغولم بیدارتون میکنم. از این به بعد میدونم چی کار کنم. میذارم تا لنگ زور بخوابین تا از کار و زندگی بیافتی. ما این چیزا رو نگفتیم، برای اولین باری که داریم از شما میشنویم. آره کلاغه به شما دروغ گفته. با چه حرفا؟ برای چی باید کلاغه به همون دروغ بگه؟ خانم خانم ها ناراحت اون دونه هام نباش، هرچی پسرم از دونه ها تو خوده میشه جونش. تو برای برش بده. دونه نمیفهمم چی میگی. اصلا میدونی چیه؟ از همون اول همسایه شدن ما و شما اشتباه بود. شما حالا باید از اینجا بریم. کجا؟ کجا بریم؟ چه میدونم، برین اون سر حیات لونه بسازین، فقط اینجا نباشی. با چه حرفا؟ مگه اینجا رو خریدین آقا خروس؟ راست میگه، اگه ناراحتی شما میتونی برین اون سر حیات. ولی شما دعوا رو شروع کردین، شما باید برید. ما دعوا رو شروع کردیم یا شما که اومدین در خونه ما دارین داد و بیداد میکنین؟ آقا اردکی یه چیزی به این خانومت بگو، ما الان به خاطر حرفای ایشون اینجا هستیم. آقا خروس آروم باش، تو الان عصبانیت چی نمیفهمی چی میگی. بازم میگم ما این حرفا رو نزدیم، این کلاغ خبرچین حتما بهتون دروغ گفت. من نمیفهمم چی میگه. تو نمیفهمی چی میگه. دعوای اونا حسابی بالا گرفته بود که یهو خانم مرغه گوشش تیز شد و صدای جیک جیک جوجه هاش شنید. انگار یکیشون گفت کمک. خداشه کلاغت، نگفتم اون شما رو با دروغایی که گفتم فرستاده اینجا تا سر و فرصت خدمت جوجه ها تو برسه. ای بای خاک به سرم شون. مرغ و خروسه دو پا داشتن، دو پام قرض کردن و به سرعت به سمت خونه دویدن. آقا اردکه و خانم اردکه هم به دنبالشون. خلها دیگه تموم شد، گیره تو انداختم. ببینم کلاغ برجز، تو به ما دروغ گفتی. آره ای باقه ما، چرا به ما تو بالا زدی؟ چرا یه حرف رو زده بودم باقه ما؟ کلاغ برجز که دیگه جای سالمی تنش نمونده بود از ترس جنگش بار زد و از اون حیات فرار کرد. خانم مرغ و آقا خروس هم حسابی از همسایه هاشون خجالت کشیدن. همسایه جون ببخشی که حرفی کلاغه رو باور کرد. این حرفا چیه خواهر؟ چیزی نشده که قربونت برم. آقا اردکه ببخشید از دست شما عصبانی شدم و اون حرفا رو زدم. کدوم حرفا؟ همون حرفا دیگه. من که چیزی یادم نمیاد، شما چی خانم؟ نه منم چیزی یادم نمیاد. خیلی آقایی واقعیتا هرچی بود گذاشت، خدا رو شو که جوجه ها سالمان و توریشو ناشده. خب دیگه حالا که همه چیز به خیر گذاشت، ما با اجازتون زودتر بریم خونه که بچه ها تنها. ولی من تازه میخواستم شما رو واسه شام دعوت کنم. نمیخواد خودتون رو تو زحمت بندازین، راضی به زحمت نیستی؟ نه چه زحمتی، شیرینی نجات جوجه ها. البته شیرینی آشتیکرمنمونم ها. آشتی مگه ما قهر بودیم که حالا شیرینی آشتی کنون بخوریم؟ کاری نداره که، میخوای دوباره قهر کنیم؟ هر کاری بدیه مگه نه مامان؟ بله پسرم، همسایه‌ها باید همیشه با هم دیگه خوب و مهربون باشن. مامان من میخواهم برم دستشویی. اومدن. خدا حافظ. با اجازه خدا حافظ. شب یادتون نره، منتظریم. چشم رو چشم خدمت میرسیم. اون شب تو مهمونی جای همه تون خالی بود. به همسایه های قصه ما خیلی خوش گذشت و بیشتر از قبل فهمیدن که چقدر همدیگر رو دوست دارن.